افتابلت خوش آمدید. مالک فاسد افتابه خلیات جا امروز روز جشنه، نمیخوایم از تلخی ها بگیم، تلخی ها گذشت. حالا دوستانمون یه حرفای زدن، آقای عباسی و آقای بهمنی گفتن که بعضیا بدی کردن. ما میگیم که ما نگوییم بدو، میل به ناحق نکنیم، جامعه کسی و دلق خود از رق نکنیم. اینو میخوام به اطلاع همه برسونیم که امروز اگر شکری هست، امروز اگر چرخ تولیده هفتپه داره میچرخه، این به واسطه کارگر با غیرت و با شرف هفتپه است که هفتپه رو متعلق به خودش میدونه. پس این حاصل دستنج کارگر، اگه جهش تولیدی هست، این کارگر هفتپه است که واقعا اینو به عمل ثابت کرده، نه در حد. ما کارگرها ثابت کردیم هر موقع بخوایم کار باشه، هر موقع بخوایم کار بکنیم، با کسانی که اهل کارن میشه کار کرد و ما اهل کاریم و دلمون میتپه برای این هفتپه. اما الان توی بره، یه برهه زمانی خاصه، شرکت از بخش خصوصی میخواد برگرده به بخش دولتی و امسال سال کم آبی. دوستان همونطوری که اطلاع دارن، بچه های آبیار هم اطلاع دارن، آب که باید برسه به مزارع نشکر هفتپه خیلی کمه. از نماینده شهرستان شوش که صادقانه دارم میگم، نمیخوام برای کسی هم تا حالا تبلیغ نکردیم در این راستا، اما خدا وکیلی این آقایون تمام قد در کنار ما بودن، از تمام افراد کمیسیون اصل 90 هر کس که اومد توی این قضیه دخالت کرد، دست کارگر هفتپه رو گرفت و توی این مسیر با کارگر هفتپه بود، ما دستشو میپوشانیم و احترام میذاریم. بیم از همینجا اسم نمیبرم اسم نهادی، شخصی یا عمومی میگم که خدای نکرده کسی از قلم نیفته، نگن بچه های هفتپه بیمعرفت بودن. نه، از همه شون بازم تاکید میکنم، با هر گرایشی، با هر تفکری دست همه شون میبوسیم. ممنون که شرافتتون رو نفروختید و کنار بچه های هفتپه، کنار حق ایستادید. دستتون در نمید. پیروز شدیم، پیروزی شیرینی است و این شادی حقتونه و مبارکتون. درود بر کسانی که از ما حمایت کردند. درود کارگران ایران. درود. درود معلمان شریف. درود. درود